هیچ وقت راجع به خدا فکر هم نمی کردیم، چون که خدا بی خبر بودیم. تاجیکستان زیر دست شوروی بود و اجازه نمی دادن که راجع به خداوند حرف بزنیم. نام من مهیم بانو است. من از تاجیکستان هستم. سال 1952 تولد شدم و پدرم ایرانی بود و مادرم تاجیک سمرقندی. من از بچگی خیلی دوست داشتم از کودکی آواز بخونم و همیشه یک بیشتر تیوی که نبود رادیو بود، پس همیشه گوش میدادم با موسیقی ایرانی دوست داشتم گوش بدم. اون وقت یک پروگرام بود گلهای رنگ و رنگ از زاهدان. من نمیدونستم زاهدان کجاست، گلهای رنگ و رنگ کجاست، ولی گوش میدادم و خیلی خوشم میامد از اون سرودهایی که میشنیدم. با وجودی که کشور تاجیکستان مدت‌ها زیر سلطه اتحاد جماهیر شوروی بود، ولی مردم این کشور در کنار زبان روسی هنوز به زبان شیرین فارسی صحبت می‌کنند. مهین بانو که از زمان کودکی صدای خوبی داشت، برای تحصیل به دانشگاه رفت. پس از مدتی ازدواج کرد و صاحب یک پسر و یک دختر گردید. ولی چند سال بعد شوهرش اون رو برای زن دیگری ترک نمود. برای من خیلی سخت بود، برای 3 سال خیلی سخت بود. بعدا فکر کردم باید یک کاری بکنم، چون که بچه های من دارن بزرگ میشن و باید یک کمک داشته باشن. پس شروع کردم برای آواز خوندن، چون که از اول که دوست داشتم آواز خوندن رو. برای چند سال مهین بانو در تلویزیون کار کرد و مجری برنامه رادیویی کودکان بود و در کنار اون در جشن‌های عروسی خوانندگی میکرد. یک آرامش در قلب من نبود و هیچ وقت راجع به خدا فکر هم نمی کردیم، چون که خدا بی خبر بودیم. می گفتن که فامیلی مسلمان ها هستن، چون که پدرش ایرانی هست حتما باید مسلمان باشد، چون که مامانش تاجیک است و آنها مسلمان. بعد از سقوط اتحاد جماهیر شوروی، درهای کشور تاجیکستان به دنیای غرب باز شد و یک کشیش کره‌ای در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان کلیسایی برقرار کرد. پسری من که همیشه مثل اینکه یک چیز رو میخواست پیدا کنه و نمیتونست پیدا بکنه ناراحت بود و یک روز اومد خیلی خوشحال بود. برای من عجیب بود، گفتم چرا خوشحال هستی اینقدر؟ و گفت که من اون چیزی رو که میخواستم پیدا کنم پیدا کردم. برای من عجیب بود، چی بود اون چیزی که نمیتونستی پیدا کنی؟ گفت عیسی مسیح. برای من خیلی عجیب بود، گفتم چی؟ عیسی مسیح؟ تو چی؟ تو فکر میکنی چی میگی؟ گفت بله، من عیسی مسیح لازم داشتم، حالا من دارم اونو. و خیلی خوشحال بود. گفتم تو چی کلیسا رفتی؟ گفت که بله. من گفتم برای من خیلی عجیب است، چی کار میکنی تو در اونجا؟ گفت نه مامان، من میرم و میخوام شما هم بریم. گفتم نه، من به تو اجازه میدم، اگر خوشت میاد از اونجا برو، ولی به من هیچ چیز نگو، من لازم ندارم. زندگی من خوب است، پول کافی دارم، آزاد هستم، هر چیز میخوام میکنم. هیچ نفر به من نمیگه این کارو نکن، اونجا نرو، بشین یک جا، این لباس رو نپوش. خیلی آزاد هستم، خیلی خوشحال هستم. کنجکاوی مهین بانو و اصرار پسرش پرویز باعث شد که مهین بانو به کلیسا بره. شروع کردن وقتی آواز خوندن، من شروع کردم گریه. این گریه نتونستم خاموش بکنم، میخواستم اقلا یکم پستر، یعنی با صدای پستر گریه بکنم که اونهایی که در اطراف من هستن نشنوند. نتونستم همینجوری با این صدایی بلند. حالا فکر میکنم چطور گریه میکردم و فکر کردم همه منو نگاه میکنن. نراحت بودم و نگاه کردم، با گریه دیدم که هیچ نفر با من نگاه نداره، همه بند سرودخانی هستن، همه یک نفر با چشم بسته، یک نفر از روی لیست میخونن، هیچ نگاه نمیکنن که یک نفر با صدایی بلند داره گریه میکنه. از اون شاید زیادتر بازم گریه کردم. اون روز مهین بانو قلبش رو به مسیح داد، ولی هنوز مطمئن نبود که آیا قدمی رو که برداشته از روی ایمان بوده یا از احساسات. هیچ وقت من دیگر با کلیسا نمیام، هیچ وقت از من خواهش نکن. آن اینجوری نگاه کرد با من، گفت چرا مام شما ناراحت شدین؟ یک کس با شما چیزی بدی گفت؟ گفتم نه، هیچ نفر با من چیزی بدی نگفت. ولی چرا من تقریبا 3 ساعت همش گریه میکردم؟ از این خیلی ناراحت بودم، مثل اینکه مامانم فوت کرد. 3 ساعت و گفت مامان این خیلی خوب است، شما داشتین پاک می شدین، روح مقدس شما رو لمس کرد و شما پاک می شدین. از چی پاک می شدم؟ من خودم خیلی پاک هستم، از چی باید پاک بشم؟ تا
تمام دیگه راجع به کلیسا با من صحبت نکن. بعد از اون دیگه مهین بانو به کلیسا نرفت، ولی اعضای کلیسا دائما برای دیدن او به خونش می رفتن. مدتی بعد پرویز ازدواج کرد و صاحب پسری شد به نام خسرو. وقتی خسرو 3 ماهش بود بسیار مریض شد و دکترها تشخیص دادن که اون مننژیت ویروسی گرفته و در حال مرگه. دکترها اعلام کردند که نوه مهین بانو بعد از 2-3 ساعت خواهد مرد و از اونها درخواست کردند که کودک رو به خونه خودشون ببرن. ناامید و مستعصل خانواده مهین بانو بدن بیهوش خسرو رو به خونه آوردن. و یک دفعه پسرم گریه کرد و گفت خداوند چرا این پسر رو به من دادی و بازم گرفتی؟ ولی پرویز به نیکویی خدا اعتماد داشت و تمام شب رو بر بالین خسرو به دعا گذروند. یک دفعه ساعتی 4 صبح تقریبا بود. هللویا، هللویا. و رفتیم دیدیم که بچه چشمش باز است. اون چشمای بزرگ خوشگل باز و نگاه میکنه. آه خیلی عجیب بود. و روز دیگر وقتی بردیم پیش اون دکتر، دکتر گفت نه 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 نه، اون بچه نیست، یک بچه دیگر آوردین. اون بچه فوت کرد. چطور میتونین زنده است؟ با من با شما بچه دادم که فوت کرد. و بعدا نگاه کرد جای سوزن که خودش گذاشته بود و بعد گفت که چطور شد که این زنده شد؟ و گفتن عیسی مسیح زنده کردونه. شفای عجیب نوه 3 ماهه مهین بانو خسرو از مرگ حتمی باعث شد که او قلب خودش رو به مسیح بیشتر باز کنه. زندگی من عوض شد. بله، پس در خانه من یواش 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 یک کلیسا شروع شد. اون خانه ای که نمیخواستم اصلا برم کلیسا، حالا کلیسا در اونجا، کلیسای اول تاجیکی که به زبان تاجیکی صحبت میکردیم و تاجیک ها جمع میشدن، کلیسا شروع شد. مهین بانو با صدای زیبای خود دیگه در مجالس عروسی خوانندگی نمیکنه. او صدای خود رو تحت اراده کامل خدا قرار داده. ولی بعد از این باید تنها برای من آواز خونی. پس حالا کاری من این است، خداوند رو از طرف تحفه ای که اون به من داد میپرستم. اون تحفه رو پس میدم یواش یواش به خداوند. حالا خدا رو شکر من میدونم کی هستم و چی هستم و در دست کی هستم. این از همه مخصوص در دست کی هستم. مهین بانو به عنوان یکی از موفق‌ترین خوانندگان مسیحی فارسی زبان از محبوبیت خاصی در بین مسیحیان ایرانی، افغانی و تاجیکی برخوردار است. درهای خداوند همیشه باز است برای هر یکی ما. باید هیچ نفر این رو فراموش نکنه و ناامید نباید باشه. ما امید داریم. خداوند هر وعده ای رو که داد حتما اجرا میکنه. خداوندی با وفا داره. پدری مهربان. خداوندی بزرگ. آمین. هللویا.